حکایت وزیر و برهمنان. روزی از روزها که مثلش فراوان در کتابهای مردمان هندوستان آمده است که در زمانهای دور وقتی که فور هندی به پادشاهی هندوستان رسید و ولایتهای هندوستان را تماما زیر فرمان خود برد و جزو قلمروی پادشاهی خودش کرد، وزیری برای خودش انتخاب کرد که بسیار با فراست و هوشیار بود و در شهامت بی نظیر بود و به راستی که کفایت وزیر بودن را داشت. این شاه وزیرش را بسیار دوست داشت و تمام امور کشور را به دست او سپرده بود و وزیر هم به آبادانی و عمران کشور مشغول بود و با همه به عدالت رفتار می کرد. اما در کشور هندوستان طایفه‌ای به نام برهمنان بودند که در دوره‌های گذشته و در زمان پادشاهان قبلی عرض و منزلت زیادی پیش شاهان داشتند و شاهان هند با آنها صلاح و مشورت می کردند. این برهمنان به وزیر پادشاه حسودی می کردند و رشک می ورزیدند، زیرا می دیدن که پادشاه هندی فقط با وزیرش مشورت می کند و همه امور کشور را به دست او داده است. این شد که آنها نقشه ها کشیدند و حیله ها به کار بردند تا وزیر را از بین ببرند و به کام دل خود که همانا به دست آوردن دل شاه بود برسند. اما آنها بعد از اینکه همه نقشه ها و حیله ها را به کار بردند و هیچ کدام اثری نداشت، نقشه‌ای بسیار زیرکانه کشیدند تا پادشاه را فریب دهند که او وزیرش را از بین ببرد. آنها می دانستند که پادشاه پدری به نام رای داشت که بسیار به او علاقمند بود و هرچه او می گفت انجام می داد. اما مدتی بود که پدرش از این جهان بدرود حیات گفته بود و فور هندی در عزای پدر مدتی پریشان و نالان بود. بعد برهمنان نقشه‌ای بسیار حیله‌گرانه کشیدند و نامه‌ای نوشتند. نامه‌ای به خط پدر فور هندی که آن را برای پسرش نوشته است. با این مضمون که پسرم، من در اینجا بسیار شاد و خوشحالم و همه چیز برایم مهیاست و فقط یک همنشین دانا و زیرک نیاز دارم. من شنیدم که تو وزیری بسیار زیرک و باهوش داری. اگر می توانی او را به نزد من بفرستا، من از دیدار و مصاحبت با او بهره ها ببرم و شادتر گردم. پس پسرم، من منتظر وزیر تو هستم و تو حتما او را پیش من بفرست. برهمنان بر این نامه مهر رای را هم زدن که واقعی تر به نظر برسد و آن را به خدمتکار پادشاه دادن تا وقتی که شاه خوابید، او را زیر سرش بگذارند و خدمتکار هم چنین کرد. وقتی فور هندی از خواب بیدار شد و نامه را زیر سرش دید، آن را خواند و چون پادشاه بی‌درایتی بود، وزیرش را خواست و نامه را به او نشان داد و گفت: ای وزیر، این نامه از طرف پدر خدا بیامرز من است و از من خواسته تا تو را پیش او بفرستم، تا تو ندیم و همسخن او شوی و او از تو نیز استفاده کند. اما وزیر با دیدن نامه فهمید که کار برهمنان نیرنگ باز است. بعد نقشه ای کشید و گفت: بسیار خوب ای پادشاه بزرگ، هرچه شما فرمان دهید. بعد پادشاه به او گفت: برو خودت را آماده کن تا پیش پدرم بروی. وزیر رفت و دستور داد که در محوطه ای در صحرا زمین را بکنند. بعد از آنجا تا خانه خودش تونلی کند و در آنجا که زمین را کنده بودند، هیزم‌های بسیاری ریختند تا وزیر را در آن آتش بسوزاند. بعد وزیر پیش پادشاه آمد و گفت: من آماده ام و همه چیز را برای این کار مهیا کردم. بعد از آن پادشاه و برهمنان آمدند و وزیر را در میان هیزم‌ها انداختند و آنها را آتش زدند و وزیر از آن تونلی که به فرمانش کنده بودند گریخت و به خانه اش رفت. این موضوع تمام شد و همه خیال می کردند که او در آتش سوخته است، اما وزیر که در خانه بود بعد از چند ماه خودش به کسی خبر داد که به نزد پادشاه برود و بگوید که وزیر از آن جهان برگشته است.
پادشاه بعد از شنیدن این خبر متعجب شد و فرمان داد تا وزیر را به نزدش بیاورد. وزیر که نامه ای را درست کرده بود به نزد پادشاه آمد و به او گفت: پادشاه بزرگ، همان گونه که امر فرمودید به نزد پدرتان رفتم، اما ایشان این نامه را به من داد و گفت: ای وزیر، به نزد پسرم در روی زمین برگرد، زیرا او از من به تو محتاج تر است و بدون تو سلطنت و حکومتش نابود می شود. پس او نامه را به پادشاه داد و گفت: پدرتان این نامه را نیز داد تا به شما بدهم. بعد پادشاه آن نامه را خواند که در آن نوشته بود: پسرم، از اینکه وزیرت را برای من فرستاده ای از تو بسیار سپاسگزارم. تو بر من منت گذاشتی که به دستور من گوش کردی، اما پسر عزیزم، تو باید وزیری کاردان داشته باشی که بدون وزیر مملکت تو بر باد می رود و تو باید با مشورت و صلاح دید وزیرت مملکت و کشورت را حفظ و آباد گردانی. من او را برای تو پس می فرستم و در عوض از تو می خواهم تا برهمنان را که مرا با آنها دوستی دیرینه‌ای می باشد برای من بفرستی تا با آنها هم کلام شوم و از دلتنگی بیرون بیایم. در این صورت بر من منت گذاشته ای و مرا مرهون لطف خود قرار دادی. بعد پادشاه برهمنان را حاضر کرد و گفت: پدرم شما را خواسته است و وزیر را برای من باز پس فرستاده است. برهمنان همگی با تعجب انگوش به دهان مانده بودند و زبانشان بند آمده بود و فهمیدند که این وزیر چقدر باهوش و درایت است و نمیتوانند با او در بیفتند، زیرا علاوه بر نجات خودش از مرگ توانسته آنها را به کشتن بدهد. این شد که پادشاه فرمان داد تا همگی آنها را در آتش سوزاندند تا عبرت عالمیان گردد. بر همه معلوم شد که نباید برای کسی چاه کند، زیرا اولین نفری که به چاه می رود خود چاه کن است. در نتیجه مکر و فریب، بدقبالی و نتیجه خوشقلبی و صفای دل زندگی خوب و خوش است. سعی کنید در زندگی حسادت و مکر را کنار بگذارید تا بتوانید به راحتی زندگی کنید و به سرنوشت برهمنان مکار و پلید دچار نشوید.